شما اکنون میرسیم به بخش حضور مهمان محترم جناب آقای دکتر قیس نکزاد، استاد دانشگاه و متخصص داخلی عمومی، و یک بحث بسیار مهم را قرار در برنامه روی از او گپ بزنیم و صحبت شود، و هم ازدواج هایی که خون شریک است و ازدواج هایی که با بیگانه صورت میگیرد. هر کدام دارای مزایا و خطرهایی هست. دکتر صاحب بیشتر صحبت میکنه که ازدواج های خون شریک دارای چه ضررهایی است، چه خطرهایی را در پی دارد و چگونه از این مسئله جلوگیری بکنیم، و اگر ازدواج با بیگانه شود یعنی دورتر از قوم و فامیل با چه فایده‌ای دارند. دکتر صاحب وقتتون بخیر، بسیار خوش آمدید. سلامت، خیلی ممنون. عرض ادب احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار، شما دو عزیز که خدمت میکنین، هموطنان عزیز ما را سرگرم نگاه میکنین، و خدمت تمام دستاندرکاران عزیز تکنیکی که زحمت میکشن. امیدوار هستم همتون از گزند روزگار در امان باشین، و از بحثی که ما امروز در این مورد موضوعی که شما مشخص کردین می داشته باشیم، بتانیم از طریق قضی آگاهی دی هموطنان عزیز ما را در بابت امراض به شکل علمیش بلند ببریم. مبحثی که امروز در سرش بحث میشه نتیجه مطالعه در روز است. در روز در مورد از این تحقیق با تمام ابعاد صورت گرفته که او را خدمت هموطنان عزیز ما خیلی احساسی. بسیار خوب. خب دکتر صاحب، در شروع باید بگین که ازدواج های خون شریکی چه چه ضررهایی را داره؟ یک معرفی موضوع بهتر. در طبابت یک سلسله ازدواج را به نام کانسنگوین مریج میگن. کانسنگوین مریج یعنی ازدواجایی که خون طرفین با هم شریک است. مثلا بچه کاکا را دختر کاکا گرفته، صحیح است؟ یکی به طور مثال بچه اما را دختر ماما گرفته، یا دختر ماما را بچه اما گرفته، یا مثلا دختر خاله بچه خاله را گرفته. در کل وقتی که بسنجه آدم، شجره از اینا از یک منشه داره آب میخوره، صحیح است؟ درست. یعنی منشه از یک جای است. اینه میره لحاظ طبابت به نام کانسنگوین مریج یا ازدواج های خون شریکی میگن. این بسیار جنجال برانگیز بعض اوقات میتونه باشه، ولی بیش از حد خطر هم نداره که تمام کسایی که قنقاله هستن و نامزاد هستن و مثلا فسخ نکنه نامزادی را، خدای نخواسته این جملات ما به اینا کدام جنجال جور نکنه، چرا ما در افغانستان یک ذره منفی تیستر جذب میکنیم نسبت به توقعات مثبت. بنابراین تمام هموطنان می بس از سر تا آخر دنبال کنن. خب اولی موضوع رو میمونیم در یک طرف. اجازه بدین که کمک ما در مورد ژنتیک بر شما صحبت کنم. ارثیات دو چیز هموطنان ما بعض اوقات که تکی دیگر گپ میتن، یکی امراض ساری هست دوستای نازنینم، یکی امراض ارثی است. یک زن بی سواد خوشویش در خانه شکر داره، متوجه هستین؟ بله. میگه دکتر صاحب من میترسم که شکر از این به من نبیایه، در حالی که شکر مرض ساری نیست که مثلا ناظری شکر داره در پیاله، چون من ناظری ما چای خوردم به من انتقال کرد. خدای ساری نیست. ساری نیست. شکر امکان داره که یک مرض ارثی باشد. ما از پدر خود، از پدر کلان خود، از مادر خود، از مادر کلان خود این موضوعات را به ارث بگیریم، صحیح؟ بله. ولی بعض از امراض است که ساری است، مثلا هپاتایت بی و زردیس، یا امکان داره با استفاده از یک سلسله شیوه های مشخص از فرد ملوث به فرد سالم انتقال کنم. یک سلسله امراض ژنتیکی است که امراض ارثی هست، یعنی آدم به ارث میبره. خب در ابتدا هر حجره بدن ما شما طبیعی است که هسته داره. هر حجره هسته داره. در داخل هسته ساختمان های مشخصی هست به نام کروموزوم. کروموزوم. هر حجره ما شما 23 جوره کروموزوم داره. در داخل هر حجره ما شما هسته هست، در هسته کروموزوم هست، در کروموزوم دی ان ای هست، و هر دی ان ای و هر حجره در ترکیب خود هر کروموزوم بیشتر از 100 الی 1000 جن می داشته باشه. درست. هر کروموزوم ما شما 100 الی 1000 جن داره. اینمی ژن ها است و اینمی جینوتایپ ساختار ژنتیکی ما است که ظاهر ما را تثبیت میکنه، که مثلا قلب چگونه وظیفه اجرا کنه، شش چگونه وظیفه اجرا کنه، قیافه ما به چه شکل باشه، ساختار وظیفه بدن ما چه رقم باشه، و یک بدن انسان به شکل حقیقی وظیفه خود به چه شکلش اجرا بکنه. خب حالا بحث روی از این هست که امراض ژنتیکی یا ژنتیک دیساردرا که است، امکان داره که کسبی باشه یا ذاتی باشه. مثلا چه رقم، یک نفر است پدرش خیدریس، چانس وجود داره که مثلا اولادای از یام خیتری بیاید، یا کس دیگه است فکر کنین مادرشان یک مرض ژنتیکی داره، امکان داره که همین مرض ژنتیکی به اولادای از اینا چانس
چانس انتقالش بیشتر است. ولی بعض اوقات امکان داره کسبی باشه. یک مثلا خانم است، امکان داره که هیچ نوع ساختار ژنتیکی پدرش و مادرش مشکل نداشته باشه، ولی یک در جای کار میکنه که به شعاع مواجه میشه. درست. دوا در جریان حمل استفاده میکنه. یا اینکه به طور مثال در فاکتورهای دیگه محیطی قرار میگیره، فاکتورهای مضر محیطی که در نهایت در ساختمان ژنتیکی سالم از این خدشه وارد میشه. خب اینا گپ بیا وقتی که در مورد ازدواجای فامیلی یا کانسنگوین مریج شما ببینید، ارگاهی که یک خیش کتی خیش خود عروسی میکنه، یعنی مثلا دختر کاکا فکر کنیم بچه کاکا را بله. یا دختر خاله بچه مثلا خاله را میگیره، چون منشه اجداد از اینا و منشه پدر و مادر از اینا یک هستن، امکان داره که چانس تأسس یک سلسله صفاتی که در نسلهای دیگه پت بوده تظاهرش پیش اولادای از اینا خطرش بیشتر باشه. مثلا شما فکر کنید، ناظری فکر کنید که به طور مثال دختر خاله خود امرایش عروسی کرده. صحیح؟ ناظری متوجه هستی؟ کاملا صحیح. این موضوع اصلا خیلی امرای مثلا دختر خاله خود عروسی کرده. چون مثلا پدر و پدر کلانای از اینا منشش یکی می باشه، امکان داره یک صفت در ناظری بوده که هیچ پیش خودش ظاهر نشده. بله. یعنی یک تشوش ژنتیکی آدم داشته که پیش اصلا ظاهر نشده، یک تشوش ژنتیکی به طور مثال در طرف مقابل بوده که پیش خودش هیچ ظاهر نشده. یعنی اینا هلتی کریر هستن، ناقلین صحتمند است. تو هم جور هستی، دختر خاله تو هم جور است. بله. اصلا کدام مشکل پیشتان موجود نیست، ولی در درون شما ژنتیک تان امکان داره مشکل داشته باشه، و چون شما از یک پدر کلان و از یک مادر کلان هستین، امو خصوصیت و تشوش ژنتیکی را تو هم گرفتی و دختر خاله تو هم گرفته. خیلی تو هم یک ناقل صحتمند هستی، دختر خاله هم ناقل صحتمند است. وقت شما ازدواج میکنین طبیعی است که مثلا اولاد آینده نیم کروموزوم از مادر میگیره، نیم از پدر میگیره. یعنی 23 از مادر میگیره، 23 از پدر میگیره، به خاطر اولاد آینده مجموع خصوصیات پدر جمع مادر است. خب این حالی 46 عدد کروموزوم شد. صحیح؟ اگر فکر میکنین در کروموزوم 21 خودت یک مشکل بودک، چون تو دختر خاله تا گرفتی، امکان داره که در کروموزوم 21 از واقع چیز مشکل باشه. این 21 ناقص تو کتی 21 ناقص دختر خاله یک جای شد، و در نهایت در نوزادی که پیدا میشه حتما جنجال ایجاد میشه. صحیح؟ ولی اگر تو یک بیگانه را بگیری، طبیعی است که مثلا ساختار ژنتیکی از او کتی تو بخیر فرق داره، مثل که نشانه های انگشت ما کتی دیگه فرق داره. ساختار ژنتیکی خودت کتی بیگانه فرق داره، به می خاطر امکان داره که همین ژن مریضی تو بر اولاد آینده انتقال کنه، ولی ظاهر نمیشه چون از مادر نگرفته. و اگر مثلا طرف مقابل کتی یک کس دیگه عروسی کنه، مثل دختر خاله خودت باشه، کتی کس دیگه ازدواج کنه، چون مثلا ساختارهای ژنتیکی با هم مشابه نیست، امکان داره از مادر بگیره، اما ژن بر از او طفل انتقال کنه، ولی خصوصیت ها در ظاهر نشه. ولی اگر پدر و مادر خیش بود، چون یک کروموزوم مریضی وجود داره با تشوشات ژنتیکی دیگه که موجود است با هم دیگه شبیه است، و این شبیه که کتی شبیه یک جای میشه، در نهایت امکان داره که در اولادهای آینده چالش و مشکلات ژنتیکی ایجاد شود. زمان دکتر سر بگه چالش ایجاد نشه، دلیلش چی است؟ این مشکلات از کجا منشأ گرفت؟ درست. این موضوعات اصلا از فامیل های سابق اروپایی منشأ گرفت، به خاطر که به طور مثال فامیل های شایی که در انگلستان و در جرمنی یا در حکومت های بسیار سابق وجود داشتن، اینا به خاطر از اینکه کدام خلا در قدرت ایجاد نشه، همیشه از خیش به خیش داده گرفت کتش میکردن. یعنی اجازه نمیدادن که کدام کس سیومی داخل مثلا سلطنت شاهی شود، و می خاطر باید کتی همی اقارب خیشی میکردن. اینا وقتی که یک نسل دو نسل کتی که دیگه خیشی کردن، دیدن که اولادا کل سوی شکل پیدا شد، کل از اینا جنجال ها ایجاد شد. با دانشمند های سابق وقتی که بحث صورت گرفت، آستاس تا مبحث به طور مثال ازدواج های خونشریکی بازنشعت گرفت، و قوانین مندل وقتی که تثبیت شد، موضوعات وراثت و ژنتیک، بعد از او در سر از این موضوعات تحقیق صورت گرفت که امکان داره که ازدواج هایی که خیش به خیش و خونشریک با هم باشن ایتو جنجال های جاچا. اینال ناظری ناظرین عرض مرا بشنو، هرگاهی که یک خونشریک با خونشریک خود ازدواج میکنه، چانس تشوشات ژنتیکی پیش از اینا 5-7% است. 5-7%، خصوصا اگر بچه عمو یا بچه خاله درجه اول باشه،
درجه اول چی مانا؟ یعنی مثلا خودت اولادایت بچه خاله را به دختر خاله میگیری، این اقارب درجه اول هسته، درجه بله. یعنی فرست کزن هسته، بچه خاله و بچه اموی درجه یک میشه، در پیش از اینا 5-7% است. اگر این درجه دو میشه، درجه دی چی مانا؟ میگم من بطر مثال نواسه مادرم هسته یا بچه خاله مادرم هست، بچه خاله مادر بچه خاله مادر دیگر مثلا گرفته یا بچه خاله مادر بچه خاله پدر گرفته، این به نام سکند کزن میگن، یعنی بطر مثال بچه خاله نسل دوم نسل دوم بله بله. در اینا امکان داره که چانس تشوشات بطر مثال جنتیکی بین 3-5% باشه و اگر بطر مثال ای اقارب پایان میره یعنی بچه خاله درجه 3 میشه، چی تا میگه گرفتی؟ میگه نواسه خاله مادر کلان ما گرفت، متوجه شدی؟ بله بله. یا مثلا بچه خاله مادر کلان ما گرفتیم، به این شکل در اینا باز مشابه به اونم افراد عام هسته، یعنی در اینا خطر موجود نیست. کلانترین جنجال در اونم اقارب درجه اول هسته، بچه خاله مثلا دختر ماما را گرفته، بچه ماما دختر عمر، به این شکل در اقارب درجه اول چانس از این تشوشات امکان داره 5-7% باشه. خب در بابت موضوع پیشتر که گفتی اولاد از اینا اگه سالم باشه، فرض میکنیم تثبیت شد که در یک فامیل یک تشوش ژنتیکی است، بله. مثلا از بچه خالش دختر خالش گرفته، میبینن که دخترایش بچه‌هاش کور آمده یا خیدری آمده یا شنواییشان مشکل داره یا سراخ ولادی قلب داشته یا به طور مثال بی دست تولد شده یا بی پای تولد شده، یک انگشتاک تیکی دیگه پچک بوده، هفت انگشت و شش انگشت بوده، یا یکی تکلم نمیتونسته گنگه بوده، صحیح؟ دیدم کجا است. حالا خب اگر کشورهای خارجی باشه بسیار گپاس که پرسان ما برش اشاره میکنم که پیش از وقتی تثبیت میشه، درست. ولی در اینجا نمیشه تثبیت. این حال وقتی که تثبیت نمیشه چی چانس وجود داره؟ این همی آدم هایی که ازدواج کرد و میفهمنم که در ازای فامیلشان تو جنجال وجود داره، اینجا فکر کن که بطر مثال اونم چناق قواره یک چیز آدم میزنه در ازدواج. چه رقم چناق؟ 25% چانس داره که اونمو جین مریضی مادر کت جین مریضی پدر یک جای شوه و در نهایت در اولاد نو تظاهر پیدا کنه، یعنی 25% احتمال داره که مطلق همون اوزادی که پیدا میشه حتما مشکل داشته باشه، چون تاریخ وجود داره در فامیل، یعنی یک بر چهار یک بر چهار یا 25% امکان داره که یک گپ باشه. 50% احتمال داره که اولادایی که پیدا میشه ناقل صحتمند باشه، یعنی یک جین مثلا از مادر گرفته یا از پدر گرفته، از پدر گرفته از مادر نگرفته، از مادر گرفته از پدر نگرفته، اونا وقت مشکل ایجاد میکنه که اونمو رو بزادن به خیش بده، صحیح است؟ مثلا اون نوزاده که پیدا میشه رو به دختر خالیش بده، خود از او هیچ مشکل نداره، دختر خالیش هم مثلا هیچ مشکل نداره، هر دوی از یک جای شد نیم ناقص کتی نیم ناقص یک جای میشه کامل ناقص هم میسازن، یعنی مکمل ناقص میشه، صحیح؟ و در بین از اینا یک بر 4-25% احتمال داره که هنمون اوزادی که پیدا میشه مطلق سالم باشه، یعنی همون جین مریضی نه از پدر خود گرفتن نه از مادر خود گرفتن، کاملا سالم. شانس چند درصد دکتر سبی؟ گفتم 25% کاملا سالم، 25% کاملا ناقص و 50% نیمه، یعنی ناقل صحتمند، جین مریضی داره ولی فینوتایپ و در تظاهرش چیز مشکل موجود نیست. خب این حال بعض اوقات در افغانستان متاسفانه بسیار یک سلسله عقاید باطل وجود داره، پوچ وجود داره، مردم خود بازی میتن بیخی به جای غلط میره. چرا رقم مثلا اکثر فامیلا میای پیش ما میان من ایسی یک مشاور مشوره میکنه، میگه دکتر سبال ما خو کتی دختر خالیم نامزاد شده، خو خونای ما را چک کردیم هیچ مشکل نداشته، ناظری متوجه نقطه نیستی به خیالم؟ من درم سوال داشتم، یعنی مثلا تو میگم ما بچه خاله ما سی یعنی دختر خاله ما گرفتیم، خب گپ دیگه است که ما خونای خود چک کردیم هیچ مشکل نیست، خون یا چی چک کردن؟ سی بی سی را چک کردن، گروپ های خون خود چک کردن، یا اینکه به طور مثال بعض زردی سیاه و سفید یا خود چک کردن، درست است. بعض تست ها را به نام تست های قبل از ازدواج میگن، تست های قبل از ازدواج، تو که اگر بیگانه را میگیری اینی معاینات بکن، نازیدی کدام تصمیم خانم دوم اگه داری اینی معاینات باید در طرف مقابل هم تکمیل کنی، خودت هم تکمیل کنی، درست؟ مثلا ایت باید در هر دو طرف چک شوه، زردی سیاه باید در دو طرف قبل از ازدواج چک شوه، زردی سفید باید در دو طرف قبل چک شوه، از اوکسینا پرسیده شوه، در مورد سلامتی روحی خودت و سلامتی روحی طرف مقابل باید تو مطمئن شوی و در پلی از بهتر مثال تاریخچه امراض در گذشته باید بفهمی. مثلا تو خدا نخواسته شکر داری، یک دختر را میگیری که شکر داره، این خب مثلا چانس تحساس شکر در نسل آینده تان 50 برابر میسازه، یعنی 50% احتمال داره که اولاد جنجال داشته باشه، بنابراین باید بعض معاینات تکمیل شه، گپ بد نیست. ولی موضوعات ژنتیکی را ما در تستای ساده خون تثبیت کردن نمیتونیم، متوجه هستید؟ بله. در این معاینات عادی خون اینجا تثبیت نمیتونیم. خیلی برای از او چی باید شود؟ اول باید آگاهی دهی صورت بگیره،
از طریق رسانه آگاهی دهی صورت بگیره که مردم علاقمند به خیشیای بیرون از فامیل شوند. به خیشیای بیرون از فامیل اکثر اوقات دختر کاکا را که به بچه کاکا میگیرند چرا؟ میگه بان که مصرف کم بیاید کتی خوی بوی فامیل ما عادت داره یا به طور مثال اینا نیم خیش از او میشه نیم خیش از او مصرف کم میایه نفر کم خبر میشه و در پولیش ما میشناسیم اما بیگانه سگ دیوانه میگه نبره یک دفعه سیز این مزاد دا جامعه است و تا جای از این بعضش حقیقت آمد ولی سب اینه تا چالش ها را ممکن داره که ایجاد کنه ولی خدا نخواسته کسایی که مثلا بیننده برنامه هستن از این بحث میتون به سوی برداشت نکنن که کلگی کسا دیگه خیشه که گرفته در کلک علی خود بزنه نه خیر من پیشتر گفتم که 5 الی 100 شانس داره که اتو تشوشات ایجاد شوه خب آگاهی دهی گفتم صورت بگیره یک دوم در کشورهایی که بیرونی است اول فعلا در 24 ایالات متحده آمریکا در ایالات متحده آمریکا در 24 استیت یا ایالتش ازدواج خیش با خیش ممنوع است در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ازدواج خیش با خیش ممنوع است تو وقت میتونی که با دختر کاکایت ازدواج کنی یا مثلا دختر خالیت بگیری که سن تو 65 شده باشه از دختر خالیت 55 شده باشه یک تثبیت شو کردی تو نقیم هستین به خاطر که چانس تشوشات ژنتیکی کم شوه این مشکلات ژنتیکی که پیش از اطفال ایجاد میشه کدام گپای قابل تداوی نیست مرضای کومری کتیش میمونه تا که زنده است کتیش میمونه و امکان داره بسته حیات از رو به چالش مواجه شه کنه و یک گپ دیگه هم یادت باشه مثلا یک فرد از ژنتیکن خودش مشکل داره این 100% مثلا یک موضوع نهایی نیست که حتما این آدم اگه مشکل داشت اولادش هم ناسالم میایه متوجه شین ده این با تمامش احتمالات مطرح است شاید از یک فردی که مشکل ژنتیکی بسیار گسترده داره یک اولاد سالم بیاد پیشتر ما چانسای 25 50 25 گفت درست اما ژن باید نگیره کپی نکنه خب آگاهی دهی صورت بگیره دوم اگر فرض میکنیم یک نفر تصمیم میگیره که دختر کاکای خود بگیره یک بچه تصمیم میگیره که دختر عمه خود بگیره یا مثلا دختر تصمیم میگیره که بچه مامای خود بگیره اینا باید پیش از عروسی پری مریج کاریوتایپینگ کنن چه معنا ساختمان کروموزومی از این فینگرپرینتش ترسیم میشه نشانهای انگشت انسان که ترسیم میشه بایومتریک که میشنه باید بایومتریک کروموزومی صورت بگیره چه رقم از به طور مثال یک قسمت بدن مریض دینش گرفته میشه بالای مایکروسکوپ ارزیابی میشه که درست. تعداد کروموزومای بچه مشکل داره نداره و اگر تعداد کروموزوم مشکل نداره هر کروموزوم در کدام نقطهش کدام مشکل است نیست از یک طرف تثبیت شد از دختر تثبیت شد اگر هیچ نوع تشوش کروموزومی نبود میگه بسم الله الله اکبر توی کنین اگر مشکل موجود بود یک طرفه بازم چیز مشکل نیست ولی اگر در عین مثلا کروموزوم این طرف ها مشکل داره اون طرف ها مشکل داره به می خاطر به طور مثال مشوره بر از اینا داده میشه که باید این ازدواج صورت نگیره این یک قضیه درست آخر بحث که مثلا خود بحث فکر کنم وقت ندارم دوم گپ چی است بعضی اوقات مثلا فکر کو دختر کاکا بچه کاکا را کت شروسی کردنه ول چی میفهمن کنم اون طفل که پیدا میشه جور است یا نه سیز ول مثلا جنین در داخل رحم مادر خود است در کشورهای خارجی قبل از ولادت تستای ژنتیکی صورت میگیره تستای ژنتیکی صورت میگیره دو تست بسیار زیاد معمول هست نمبر اول عبارت از مایع امینوتیک است امی جنین در بین یک مایع میباشه به خاطر که برش آسیب نرسه این مایع امینوتیک میگن سوزن در داخل شکم مادر زیر هدایت التراساوند میزنه مایع امینوتیک میکشه از این مایع امینوتیک دی ان ای شو میبینه اگه دی ان ای هیچ مشکل نداره خوب صحیح مقبول کروموزوم تعداد کروموزوم برابر جنسیش برابر جسمیش برابر کل گپ حل است اگر به طور مثال کروموزوم تعدادش مشکل داشت یا در کروموزوم نواحی مشخص مشکل داشت باز برش میگه بیادر که اینی جنجال ای امکان داره داشته باشه پیدایش میکنی یا سقطش میکنی آها دیگه راه حل نداره گفتم پیدایش میکنی یا سقطش میکنی ولی ما چون در افغانستان هستیم و ما شما مثلا شرایط عنعنوی و کلچری و فرهنگی و اعتقادی ما فرق داره این موضوعات نه تستایش دیگه قابل دسترس است و نه مشروعیت داره صحیح دوم تست عبارت از این است که قسمت را در پلاسنتای یک رحم به نام کریونیک ویلای میگه از او توته گرفته میشه سمپل گرفته میشه مورد معاینات مایکروسکوپیک قرار میگیره و ارزیابی میکنه که کروموزومای جنینی که در داخل رحم مادر است جور است یا مشکل داره امروز دنیا میفهمیده سر چی کار کدرای سر شبیه سازی کار میکنه ژنای تو رو میگیره با مثلا یک کتیکس دیگه امکان داره که مثلا القابته که یک نوزاد پیدا شه با خصوصیات مکمل متصف به تو
این بسیار زیاد رشد کرده بود. حالا را بند کردن به خاطر جلوگیری از پیشرفت جرمای جنایی. حالا مثلا یک نفر میرفت به طرف سال مشابه به چهره ناظری که از دیگر هم میکشت، مردم میامد ناظری را میگرفت. این موضوعات و دیگه فعلا تمام دنیا بالای جنتیک انجینیرینگ کار کرده رئیس یا انجینیری جنتیکی. مثلا در بازو 11 کروموزوم یک نقطه هست که اونمو امکان داره یک نفر خدری بسازه با استفاده از قیچی جنتیکی. اونمو ناحیه را قیچی میکنن طفل پیدا میشه سالم، یا اینکه به طرف سال سلسله ش قطع میکنه، در یک نسل پیدا شده نمیگذاره که نمی به نسل های آینده انتقال کنه. اینا به نام ژنتیک انجینیرینگ یا انجینیری ژنتیکی میگن. دنیا فعلا در طبابت سر این موضوعات کار کرده. بسیار پیشرفت. تشریحات دکتر صاحب بسیار دلچسب بود. خیلی عالی بود. یک مسئله است دکتر صاحب، اصطلاحی که بین مردم هست گروه خون، اگه سر خورد یا نخورد، حالا یک میشه بین بیگانه سر بخوره، بین فامیل سر بخوره. دوست نازنین، این موضوعات زیاد موضوع به طرف سال جدی نیست، منطقی نیست، زیاد جدی نیست. بیارج مثبت، بیارج مثبت زیاد منطقی نیست. فقط از روی مثلا سایکولوژی میگن که مثلا گروه خون یک نفره که اوی مثبت باشه، که یک نفره که به طور مثال گروه های A و B و یای منفی باشه، اینا امکان داره که زیاد که یکی دیگه خوب سازش داشته باشن بر اساس خصوصیت های سایکولوژی. مثلا دو گروه خون او که یکی دیگه که ازدواج کنه، چون یادی از یک کمک خشن و خاصیت کمالگرا داره، 24 ساعت زد و خورد میباشن، جنگ میکنن. در غیر از اون لحاظ از این موضوعات زیاد مثلا مطرح نیست. اگه ما تشوشات ژنتیکی داریم، یادم نره که کدام مشکلات زیاد معمول است. نمبر اول سکل سل انیمیا. سکل سل انیمیا نرمالا حجره به طرف سال سرخ خون ما شما ساختمان مثلا مدور را باید داشته باشه و ساختمان به طرف سال مقرر طرفین. پیش از این افراد مثلا هم حجره سرخ ساختمان داسه می داشته باشه. سکل سل انیمیا. دوم به طرف سال تالاسیمیا، چینای هموگلوبین مشکل می داشته باشه، که مثلا ببینیم مراکز تالاسیمیایی که در افغانستان است، یا تا افراد دیگه مجبور به طرم سال همیشه در زیر تداوی باشند و معمولا سنشان از 18-20 بالا نمیرن. تشوشات ژنتیکی مثل هموفیلیا که اینجا یکی دکه میخوره، کمی خطنه میکنه شتو که دیگه خون از او را خدا استاد کنه، خون ریزی کده میره. همیشه تو که در جای مفته میبینی که به طرم سال مکمل خون ریزی کده میره، تشوش ژنتیکی است. کسایی که کلاینفلتر سندروم داره، بچه است ولی یک کروموزوم ایکس اضافی داره، دو کروموزوم ایکس اضافی داره، میبینی که آوازش به طرم سال نازک میباشه، ریش نمیکشه باشه، قد بلند، مثلا ساختمان زنانه داره، اصلا مرد ولی ساختمان زنانه داره. یا اینکه دخترایی که ترنر سندروم داره، یک کروموزوم ایکس خونسا میداشه، قد که این قگکس مریضی ما آورد تا 20 سالگی هنوز چرو نشده، پشت گردن یک تکش هم جمع میشده باشه و در پالی از او به طرم سال سینه به این شکل یک ساختمان میداشته باشه. یه برام ترنر سندروم میگه. کسایی که داون سندروم داره، کسایی که کرای دیو چات سندروم میداشته باشه، پشک گیریان میکنه، مثل فکر میکنی که پشک گیریان میکنه. کسایی که به طرم سال خیش کتی خیش عروسی میکنه، امکان داره که تاخر عقلی داشته باشن. فلج مغزی سی پی را نامش شنیدین؟ به طرم سال میبینیم طفل 5 ساله شده، در راه رفتن نمیتونه، ادرار خود گرفتن نمیتونه، مواد غایطه خود گرفتن نمیتونه، چاپ پلاق افتاده به طرم سال و بسیاری بر فامیلش رنج ایجاد میکنه. بنابراین به خاطر که چانس اینه تا تشوشات ما کم کنیم، ما بله، از محیط خود در زیر هزار خطر هستیم، خبر داری؟ خب ما را اجازه نمیتن اینجا، من به خاطر که خودم محافظه کنم مجبور هستم که یک ذره محافظه کارانه بس کنم، به خاطر که خودم محافظه شوم. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب یک مسئله است که اگر ازدواج بیگانه باشه، این نگرانی ها و این ژنتیک ها قابل انتقال نیست. 2.5% چانس تشوش ژنتیکی پیش چی از خود چه بیگانه است. خب و اگر تو مثلا نسل سوم بچه خاله و بچه کاکایت بگیری، مثل بیگانه فکر کو خیش کردی، اما دویدم شانس هست. بله 2.5% کل ما شما در معرض تشوشات ژنتیکی قرار داریم. چرا در پالی از تو بایرس برده میشن، امکان داره کسب کنه. مثلا فکر کو خودت از یک دک زیر پای اون تن زندگی میکنی، حجرات اسپرمت به طرف مثال یک تشوش ایجاد میکنه. خدای ناخواسته که این گپ هرگز اتفاق نفته، به خاطر من یک مدل میگم که بحث زیاد اون فهم چطور این موضوعات بسیار موضوعات مغلقه یا بعضی پرسونال سینا میفهمه. یک حجره به طرف مثال اسپرم تو مثلا فکر کو یک جهش دیش ایجاد شد، یک کروموزوم دیش جهش ایجاد شد، اگر اونم اسپرم با تخمه به طرف مثال طرف مقابل القا صورت گرفت، طبیعی است که مثلا با وجودی که تو تشوش ژنتیکی نداشت، امکان داره در نسل آینده تشوش ایجاد شود. بنابراین فینوتایپ یا تظاهر ما هم امکان داره که به ارث گرفته شود. قد مثلا مادرم کوتاست، قد پدرم کوتاست، قد مام کوتاه میه، ولی من با وجودی که خوب قدر قد بلند دارم، مادر خوب قد بلند دارم، ولی من به طرم سال قد کوتاه آمدیم. چرا؟ یا تغذیه ما صحیح نبوده، یا مثلا ما درست تغذیه نکردیم، یا درست شیر نگرفتیم، یا مثلا تشوش هورمونی داشت. به عنوان آخرین سوال، شعای اکسیر چقدر تاثیر داره؟ کلش ضرر داره. شعا مواد کیمیاوی، ای اسلحه ها و مادر و بوبوی بمباک استفاده میشه، این سلاح های به طرف مثال که در جنگ ها استفاده شده، ما شما در جریان نیستیم، متاسفانه اطلاعات وجود نداره، آمار وجود نداره. در این کشور ولایت هایی که بمباردا صورت گرفته 20 سال، در این ولایت هایی که غربه از جنگ بودی، کلش مواد شیمیایی است.
آنچنان سوی شکلا و تشوشات جنتیکی را گرافش بلند برده که شاید افغانستان در صدر جدول باشد. در جزایر هیرونشیما و ناگاساکی وقتی که بمب اتم انداخته که امریکا در ژاپن، بعد از او تقریبا در چندین سال ایچوجه حتی گیان میروید انسان ها را خوبان. این موضوعات اثر داره خب متاسفانه اطلاعات نیست و شما چرا مثلا درد دل ما را کوشش میکنید؟ تشکر دکتر سیب، اطلاعات مفید بود. تشکر از همراهی شما برنده های عزیز و همچنان کسایی که از طریق چینل سیعت فردا برامر تعقیب میکنید. باز هم سپاسگزار دکتر سیب هستیم با حضور شما.